برنامه راجع به آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ دیگه مانند اهواز و اصفهان و تبریز و مشهد صحبت میکنم. یکی دیگه از مزلاتی که مردم در نظام اسلامی با اون دست به گریبانند سمی بودن هواست. اخبار مربوط به آلودگی هوا گهگاه در صدر خبرهای کشور قرار میگیره و گاهن به دلیل غلظت بالای سمومی که در هوا معلقه شهرهایی رو به تعطیلی میکشونه. طبق آمارای ناقص دولتی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس اسلامی سالانه 16 هزار نفر بر اثر تنفس هوای آلوده فقط در شهر تهران کشته میشن. و مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا میگه که سالی 90 میلیون سال از عمر شهروندان تهران کم میشه. یعنی هر فرد 9 سال زودتر میمیره اگر در تهران زندگی کنه. و یا مسئولان شهرداری میگن آلودگی هوای تهران تلفاتی بیش از 8 سال جنگ ایران و عراق داشته. اما در کنار این مرگ و میر وسیع، بیماری‌های مختلفی نیز در کمینه ساکنین شهرهای بزرگه، مانند افسردگی، بیماری‌های عفونی، اخلال در سیستم اعصاب مرکزی و دستگاه تنفسی که قربانیاش اکثرا بیماران قلبی و کودکان و سالمندان و زنان باردار هستند. خلاصه به قول مشاور شهردار تهران در مصاحبه با روزنامه گاردین که گفت که مردم سم تنفس میکنند. اما مقصر و مسئول رفع مزل کیه؟ همه در ایران میدونن که جمهوری اسلامی عامل و ریشه هر مشکل اجتماعیه. اما از یه مشت اوباش و جنایتکار لومپن که با زور اسلحه و اعدام و ایجاد رعب و وحشت در جامعه حکومت اسلامی برپا کردن و سیستمی ضد مردمی را به جامعه تحمیل کردن، چگونه میتوان انتظار داشت که به فکر تنفس سالم مردم کشور باشند؟ این بیشتر به جوک شبیه. از آیت الله های میلیاردر و جنایتکار که جامعه را به قهقرا بردن و نسل‌کشی و اعدام‌های هزاران نفره در کارنامه خودشون دارن، چگونه میتوان انتظار داشت که در فکر سلامتی مادران باردار و کودکان و سالمندان و بیماران جامعه باشند؟ موزل آلودگی هوا در ایران سیاسیه و کلن به وجود نحس جمهوری اسلامی بستگی داره. رژیم اسلامی بانی و مسبب این همه کشتار و بیماری بر اثر آلودگی هواست. در هیچ جای دنیا، در کشورهای حتی کمی پیشرفته، این درجه بالای بیمسئولیتی و کری و کوری در مقابل مسائل اجتماعی را نمی‌بینیم که در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. رژیم اسلامی برای دستیابی به سلاح و اتم و برای ماندن سر کار بیشترین بودجه‌ها و وسیع‌ترین سازمان‌ها را ایجاد می‌کنه. برای تبلیغات اسلامیش ثروت جامعه را به باد می‌ده، اما برای کوچکترین موزل اجتماعی کاری انجام نمی‌ده. اینا یه مشت آدمکش حرفه‌ای و چپاولگرن که باید به زیر کشیده شند. اگر خواهان کوچکترین تغییر مثبت در زندگی هستیم، این تغییر منوط به سرنگونی جمهوری اسلامیه. حتی برای نفس کشیدن هم باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد.